به همت آقای تبریزی به ما کمک کردن این برنامه امشب اینجا برگزار بشه. شهروندم افتخار داره که جزء کوچکی از این برنامه بوده. من گونه همشهریگری با حسین شرنگ دارم، ولی بعد از اینکه جمهوری وحشی شرنگستان رو بنیاد گذاشت، ما شدیم از اعضای جمهوری وحشی شرنگستان. من اومدم که از دوست عزیزم و همکار نازنینم بهرام بهرامی خواهش کنم بیاد و حسین شرنگ رو معرفی کنه. از حضور همه سپاسگزارم، واقعا به ویژه از برگزار کننده برنامه آقای تبریزی و پریا و از پرژن سیکل آقای بهرامی. شما خیره. این به زبان جیروفتی که یکی از زبانهای اصلی جمهوری شرنگستانه یعنی شب بخیر. خانم آقایان خوش آمدید. من بهرام بهرامی، نماینده تامل اختیار جمهوری شرنگستان در تورنتو هستم. البته اینجور نمایندگی آخر عاقبت نداره. شما دیدین که وزیر امور خارجه چطور یه دفعه جلو چشم همه در سر ماموریتش عزل کردن در جمهوری اسلامی ایران. البته جمهوری شرنگستان اینطوری نیست، اما خب نمیدونیم، واقعا نمیشم زیاد حساب کرد. در اون تا زمانی که عزل نشدم خوشحال هستم که میتونم حسین شرنگ رو اینجا معرفی کنم براتون. آقای حسین شرنگ شاعری است که نیاز به معرفی من زیاد نداره. من هم کوتاه خواهم کرد این سخنان رو. ای میشد اگر این انصاف و نیت، این شپشوشو، این بدروبو خو، این بلبلولولو خرخره قصص بی بی گوزک را از تنم بکنم، اش فرو فکنم، با 4 میلیون پا گرد بدوم رویش، اش له کنم و پوست مسطح، نقش پوست مسطح. و دنباله چیز که من نمیخونم، برای اینکه میخوام که این شعر رو حتما خدای شرنگ براتون بخونه. شعری است که به استاد ما دکتر رضا براهینی تقدیم کرده. در این شعر اون ویژگی آقای شرنگ رو، در ویژگی شاعر رو میبینید. ویژگی است که اون دلنگرانی که با زبان داره، دلنگرانی که کوشش میکنه از زبان، به جز دل مشغولی که حسین شرنگ در مورد زبان داره، اگر نگاه بکنید شعرهای آقای شرنگ از به گفته با وامی که از آقای دکتر براهنی رو میگیرم، از روی کاغذ بلند میشه، روی کاغذ نمیمونه. شعر ورای اون خودش بلند میشه و معنا و مفهوم دیگه پیدا میکنه. در شعر دیگری که در شهروند چاپ شد حتما خوندید، زبان میاد، یعنی شاعر میاد با زبانی که زبان خودش هست و در این حال زبان سوژه هست، زبان این شعر هست، سخن میگه. شاعر حتی لهجه پرنده رو از توی گلوی خودش، از توی حنجره خودش فریاد میکنه. تمام شعرهای حسین شرنگ بیشتر مفهومهای انسانی داره. او دلنگرانی او بی‌عدالتی است، دلنگرانی او غم انسان هاست، دلنگرانی او ستمی است که بر وحش میره، ستمی است که بر همه ما میره. مایی که در این منظومه شمسی بخشی از حیات این منظومه شمسی هستیم. رنگ شتر در جنب و جد، غوم جد در هوا، هوی هوا در ابر، شار ابر از آذرخش، خار و نشخار، بنزین و آتش، پشت گردش زمین، ساربان خلبان شد، بیابان گیج، کجای آسمان بود، مسافر نداشت. هر شعر برای خودش، ضمن اینکه در یک فضای خاص زندگی میکنه، در این حال در یک فضای زبانی خاصی پیدا میکنه. ترکیب این دوتاست که شعر آقای شرنگ رو
یک یونیک میکنه، منحصر به فرد میکنه. و این منحصر به فرد بودن رو ما در همه شعرهای این مجموعه و مجموعهای دیگر داریم. من زیاد نمیخوام اینجا وقت این جلسه رو بگیرم. فکر میکنم بیش از هر چیز خود آقای شرنگ وقتی شعرهاش رو بخونه اینجا ما خواهیم دید و لذت خواهیم برد از تک تک این شعرها. خواهش میکنم آقای شرنگ. از پدر پول و چاپچی بسوزد، در این مورد بعدها یک زرهای مبسوطی خواهم زد. همچو قرآن غرق اغلاط مبین، این جهان هم هست بیشک چاپ چین. بسم الله الرحمن الرجیم، الحمد لله رب العالمین، مالک نوم الدین، قل هو الله احد، الله الصمد، فبشر الذین یشرکون، فتبارک الله احسن الجالقین، ویل للمؤمنین، النمرات ان فی جالک یا ایها الجیانگ یونگ سیان، انما هو کفنگون، الچین چانگون، الهی آهیو هو هون، جلق الشیمیاوات والمرض، فبشر المشركون، نیهاو، الپاندا و الخیزران. نعوذ بالله. ای کتاب خدا فروش محترم، این قرآن چرا اینجوری است؟ چاپ چین است آقا. به زودی بوت الله هم با باندرل مید این چاینا وارد می شود. دوستان نازنین، خوشگل ها، جگر ها، پانشرنگیست های محترم و نازنین و عزیز، بسیار خوشحالم که شما اینجا تشریف آوردین. الان یک سورپریز بسیار زیبایی اینجا اتفاق خواهد افتاد. من خواهم رقصید، شما مرتیبازی ها خواهم در آورد. ولی مهمتر از اون، ابن فاطمه سلطان در جمهوری وحشی شرنگستان مردم رو به نام مادرشون میشناسن و به نام مادر براهنی من در زبان آثارش آشنا شدم، در رمان آزاده خانم و نویسندهش. و اینه که مثلا گفت ابن فاطمه سلطان یا پور فاطمه سلطان، برای اینکه پارسی سره بشه و اینا، این صدا میکنم اینا. رضا براهنی اینجا تشریف خواهد اومد و یک شعری خواهد خوند که امروز صورتش چی گفتی رضا؟ زهرا سلطان. معذرت میخوام، ابن زهرا سلطان توپتر شد. وقتی که امروز پس از 3 سال شاید هم دیگه رو دیدیم اینجا، و خیلی دل من روشن شد از اینکه رضا براهنی تشریف آورد، اومد، محبت کرد، و اکبر جوانمرد، جعفر والی دیگه، خوشتیپا و خوشگلا همه، و این مردم محترم و خیلی مهم و خیلی در حقیقت برای من شخصا بسیار مهم که همسایه ولایتی بسیار ارجمندن، شاعر با صفا دونالی هم اینجا هست و خیلی چشم من روشن از تک تک حضور شما عزیزان محترم و مهربون. برای من این همین بدبستان حضور هست که اهمیت داره، این خیلی برای من مهمه. یعنی رگ و ریشه زبان در همین حضورها هست، اینجا هست که ما به حضور هم میرسیم و میفهمیم که در این جایی که با سرعت نمیدونم 30 کیلومتر در ثانیه 1600 کیلومتر در ساعت داره میچرخه گرد خودش و گرد شمسی خانم، و در این برهوتی که تا صدها سال نوری ظاهرا فعلا خبری نیست، این شعر اینجاست، دکلام پذیر نیست.
امروز وقتی که رضا برهانی رو دیدم گفت که یک شعری همین امروز سروده که ازش خواهش میکنم، خواهش کردم و خواهش میکنم که تشریف بیاره و اینجا این شعر رو برای شما بخونه. رضا برهانی. که مرا لمس نمی کنند، که من کوتاه‌تر از آنم، که قدم به ارتفاعات پنهان کف پاهای تو برسم. من تواضع خودم رو نسبت به تو دارم نشون. تو انگشتانی داری بدان بلندی که مرا لمس نمی کنند، که من کوتاه‌تر از آنم، که قدم به ارتفاعات پنهان کف پاهای تو برسد. و تو بلندتر، بلندتر از آنی که از وزیدن نسیم عاطفه‌ای مدد بگیری، که هیچ عاطفه‌ای بدان بلندا نمی‌رسد. ببین مرا، ببین که در سراسر عمرم گیاه‌خواره بودم انگار، اما میان تخت سنگ‌های بی‌اعتنایی جهان پیوسته زیستم و حال نمی‌دانم چگونه پاسخ آن چشم‌های رنگین را بگویم که از هزار پرسش پیوسته و پیچا پیچ آکندند که سراسر جهان پس از عمرم را تاریک تاریک خواهند یافت اگر نظر به جایی دیگر کنی. اگر نظر به جایی دیگر کنی می‌بینی که پیش روی من همه جا شب است. مرا نمی‌بینی، می‌بینی که ظلمت از این کوه و دشت می‌بارد، که قله‌های جهان همگی به حال ریختنند روی شانه و سر من، و خواب‌هایم طبیعت فرار خیش را از دست دادند، چپیدند درونم. مرا شبیه گلدان شکستهی خالی بیرون در گذاشتند، سگی گرسنه که لح لح زنان تازه در افق دید این قلم ظاهر شده و گاهی درست مثل همین حالا بو می کشد مدام پاره های تنم را، و گاهی درست مثل همین حالا ته چاهی هستم و یک نفر را می بینم از آن ته که به سرعت کابوسی از اون بالا پایین می آید. وقتی که فکر می کنم که نجاتم حتمی است، تنابی را که از آن بالا انداختند پایین به دور گردن من می اندازد و می کشند مرا بالا 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 و بالاتر، که هرگز از تمام جهان این همه بالاتر نبودم، و بعد رها می کنند مرا از آن بالا و تا میانه چاه. چه افتخار بزرگی که پیش باز حادثه رفتن به پهنه پیشانیم نبشته شده. چه هیچ، چه هیچ، میگویم چه هیچی خواهد بود این جهان بیدر و پیکر و این عواطف به هدر رفته بر زمین لم یزرع که در آن جیز زیستم، این جهان باطل آتل. افسوس نمی خورم که بی خود آمده بودم، وقوف یافتم که سراپایش از ازل بی خود بوده.
حالا بگو بگو به کسی نمیگویم، فقط به خود میگویم، چه پاسخی بدهم این همه آدم را که منتظرند، که منتظرند تا من از این شب وهمنگیز بروم بالا و در کنار سینه چپ خورشیدی که سراپایش آتش تاریکی است جا خوش کنم. بگو بگو اگر پرسیدند چه پاسخی بدهم. بگو بگو که زنده باد زبان، که آنچه را که نیست بهتر از آن چیزی که هست بیان می کند، مثل خدا. چقدر خوب است کسی دنبال آدم بگردد، آدم نباشد و کیفت که نیست و کسی دنبالش می گردد. مخفی باشد اما ببیند کسی دنبالش می گردد، نگران است دنبالش می گردد، مرده هم باشد کسی هست که دنبالش می گردد، بداند که کسی کارهایش را رها کرده و در تاریکی چشمهایش برق می زند و می گردد، مرده باشد بداند کسی دنبالش می گردد. چقدر آدم عاشق تنهاست، به ویژه اگر شاعر باشد، به ویژه اگر این نکته را فقط به گوش این کاغذ، فقط با همین قلم برساند، به کسی اما نگوید و بعد خط بزند که مبادا یکی ببیند، حتی خود قلم ببیند و یا خود کاغذ، چشم نامحرم یکی دوتا که نیست، و بعد ناگهان بزند به سیم آخر، شاعر را از شعر بیرون کند و شعر خود را به صدای بلند بخواند و بعد دوباره بخواند، چرا که اگر دوباره نخواند از کجا بفهمد که آن بار اول گفته شده یا خوانده شده. شاید نبوده که باید ثابت کند که بوده، فریب نبوده که گفته گفته شده که ثابت شده شود که گفته شده، حتی اگر ثابت شده صد بار دیگر هم ثابت شود که نبوده، فریب نبوده، گفته بوده، خود آن گفته بوده بوده. زمانی که من از پس از مرگم آن را زندگی نکنم، هرگز وجود نداشته، حتی وقتی که زنده‌ام یا زنده بودم. هر گونه کنار رفتنی پیوسته گونه ای عقب نشینی است، وقوف عقب نشینی است، عقب نشینی مثبت. کسی که با عقب نشستن مثبت جهان را بپیماید، خواهد دید که شعر در هزاره صد هزارم پیش از میلاد انسان در چشمهای منظومه‌های آسمانی نبشته می‌شد با تک تک ستارگان و جمع کواکب. خدا خود شاهد است که پس از کشف آسمان و زمین و ستارگان و زبان به آسمان جهان برده شد. خدا خود شاهد است شعر چه کرده یا چه نکرده. شعر پیشانیش را بلند کرده، آسمان را دیده، پوزخند زده. مخلوق شعر نیز می داند که خالقش چه کرده یا چه نکرده. و شمس بود که جارو را سپرد به دست مولانا و گفت که از دریا غبار برانگیزاند، و رفت رفت مأمور کرد که جارو را جادو کند. زبان مرده افقی را از روی کاغذ زمین خورده بلند کند، قائم نگاهش دارد، انگار زبان به کهکشان رفته و به رقصش در آورده. با خود بی خود، با تو بی من، و بعد راه بیفتد برود که تا بمیرد
و استخوان‌هایش را حتی در پشت سر نگذارد، حتی اگر ذریحی خالی در چند جای جهان داشته باشد و در هیچ جای جهان استخوانی از او در گلوی تاریخ و جغرافیا گیر نکرده باشد. تا اینجا نگه می‌داریم.